و در ارتباط با اعتصاب عمومی و سراسری در مناطق کردنشین ایران در اعتراض به اعدام 5 نفر، همکنون خانم آگرین با ماست از کردستان ایران. خانم آگرین، درود بر شما، بامداد شما خوش. اگه ممکنه در مورد مشاهدات عینی خودتون درباره این اعتصاب و اعتصاب عمومی بفرمایید. در شما و بینندگان گرامی صدای آمریکا، دقیقاً بعد از اعدام این 5 نفر آزادی خواهی که در کردستان صورت گرفت، تمام مردم در شهرهای کردستان جهت اعتراض به عملی که انجام شده بود دست به یک نافرمانی مدنی و اعتراض مدنی زدن که در قالب اعتصابات و به ترتیب کشیدن بازارهای شهرستانهای مختلف صورت پذیرفته، چرا که در واقع دولت جمهوری اسلامی هیچ گونه راه حل مسالمت آمیزی جهت حل اختلافات بین خودش و بین مردم مخصوصاً احزاب کرد باقی نگذاشته و این تنها راه حلی است که مردم میتوانند از اون استفاده کنند که در جواب در واقع اعدام این 5 آزادیخواه از خودشون نشون میدن، چون با مردی اونها در واقع اعتراض مردم پایان پیدا نکرده، بلکه دولت باید این مسئله فکر کنه که در مقابل اعدام اونها نه تنها یک فرزاد کمانگر بلکه ده ها و صد ها فرزاد کمانگر دیگر زنده شدن. چه جوابی برای شاگردان فرزاد کمانگر خواهد داشت دولت جمهوری اسلامی؟ برای کسانی که تا آخر عمر از خودشون میپرسن که معلمشون به کدام گناه کشته شده؟ خانم آگرین، اگه ممکن است در مورد واکنش نیروهای انتظامی و امنیتی در مورد اعتصاب بفرمایید، اگر واکنشی دیدید شما. بله، توجه کنید که در کردستان بیش از 30 ساله که حکومت نظامی حاکمه، اما طی این مدت و مخصوصا از زمانی که اعدام احسان فتاحیان شروع شده و تا دیروز، کل منطقه کردستان به صورت یک منطقه کاملا نظامی در اومده. نیروهای انتظامی در تمام خیابون‌ها در اماکن عمومی حضور دارن و به هر حال سعی می‌کنن از اعتراض مردم به صورت مستقیم جلوگیری کنن، چون بازدار زیادی هم در رسانه‌های بین‌المللی هم بین مردم ایران و اساساً در خود کردستان خواهد داشت. به همین دلیل سعی می‌کنن با استفاده از نیروی زور با استفاده از ترسی که ظاهراً در بین مردم ایجاد میکنن مانع از هر گونه اعتراضی بشن و فقط در یک لباس پلیسی و یک نیروی انتظامی میتونن این خواسته خودشون رو عملی کنن. خانم آگرین، اگه ممکن است در 30 ثانیه کوتاه بفرمایید بعد از اعتصاب چه فضایی رو شما اونجا میبینید؟ مسلماً بعد از اعتصاب عمل دولت بیشتر تشریح خواهد شد، اما از کردم در مقابل مردم هم ساکت نخواهند نشست. یعنی بعد از اعتصاب به طور مسلم نیروهایی روی کار خواهند اومد که نیروها سعی میکنن به نحوی به خواسته های مردم، نیروهای از میان مردم به نحوی به خواسته های مردم احترام بگذارن و این خواسته های مردم فقط در قالب یک رابطه دموکراتیک میتونه برقرار بشه، ولی در عمل همچین چیزی اینجا فکر نمی‌کنن اتفاق بیفته و خانه‌ها اون فضای امنیتی بیشتر خواهد شد و انتظارات مردم هم بالاتر خواهد رفت. بله، بسیار سپاسگزاریم از شما خانم آگرین از کردستان ایران برای شرکتتون در برنامه بامدادی صدای آمریکا. بدرود.